قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بقو مناسبت مناسبة أبتي وحدته وإن در ابتداء انقلاب توسط آیت الله منتظری پیش نیاد شد که مسلمانان ایران و جهان بیان یک افتر به مناسبت افتر وحدت از دوازدهم ربیع الاول تا هفده ربیع الاول این افتر وحدت بگیریم و این افتر وحدت از اونجا به تایید امام رسید از همون زمان تا حالا تقریبا 25 کنفرانس بین المللی و بزرگ برای این هفته وحدت برقرار شده این کنفرانس های کوچک به جای خود اما حرف اینجا هست مسئله اینجا هست که آیا این هفته وحدت یک شعار است یا یک حقیقته آیا از توی دل هست یا ظاهریه آیا عقیدتیه یا سیاسیه این کدامی کیه احسن المقال ما صدق الافعال محاوره عربی است که احسن المقال بهترین گفتار امون است که رفتار و کردار انسان ها اون را تصدیق بکنن احسن المقال ما صدق الافعال از زمان آیت الله بروجردی مجمع تقریب درست شد اما این را به عنوان گلایه من میگویم مجلات مجمع به من میرسند کتاب هایی که در مجمع تقریب نوشته شدن به من میرسند اما همیشه مسئله یک طرفه میبینم که بیان میشود دعوت به طرف محبت و دوستی آل بیت اونا که آل سنت دارن تحصیل حاصله اونا آل سنت آیا این جمعی که شما هستید محبت آل بیت رسول الله محبت علی حسن حسین فاطمه در دل شما هست یا نیست محبت در دل هست آیا شما هر چیزی را شنیدید که حضرت علی به این دستور داده یا عمل کرده یا حسنین یا حضرت فاطمه شما بعد از نماز 33 مرتبه سبحان الله نمیگویید 33 مرتبه الحمدلله نمیگویید 34 مرتبه الله اکبر نمیگویید این ذکر کی هست ذکر حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها آیا پیروی نمی کنید بعد از نماز نمی کنید شما که اهل سنت هستید این ذکر را نمیگویید چون به فاطمه دستور داده شده که بخوانید ما محبت آل بیت توی دل ما هست و پیروی آل بیت را جز واجبات و عقاید دینی خود می دانیم ما را به محبت آل بیت و پیروی از اونا دعوت نکنید که جلوتر ما اینا را داریم در هر آخر هر نماز اللهم صل علی محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد را ميخوانيد يا نميخوانيد از شما در هر نماز درود خود را دعای خود را محبت خود را احساسات قلبی خود را برای پیغمبر و آل بیت پیغمبر اظهار می کنید پس ما را دعوت نکنید که بیایید با آل بیت محبت داشته باشید تحصیل حاصل این را جلوتر داریم با اما عزیزان بگویم گلای من اینجا که در این مدتی که از زمان آیت الله بروجردی تا آل کتاب های مختلف نوشته شدن مقالات مختلف نوشته شدن در مجلات و روزنامه و غیره اینا نوشته شدن عزیزان ما برای من بیان بکنن
که چند مقاله اختصاص پیدا کرده به ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی‌النورین، صحابه کرام، اصحاب رسول الله، چند مقاله هستند. اگر نشان دادند من تسلیم میشم، مگه برای دوستان اظهار محبت کردند، من ناآگاه بودم، من نمیدانستم، که تا حالا من ندیدم، نمیدانم چطوریه. آیا محبت یک طرفه یا دو طرفه؟ خلفای راشدین اینا جز مقدسات اهل سنت هستند یا نیستند؟ حالا چه مدت، چند سال از انقلاب میگذرد، هنوز در کنار و گوشه، چنانچه که ایسنا نوشته در کنار و گوشه در اصفهان غیره غیره، که حتی علمای شیعه اعتراض کردند که این عید الزهرا، فرحت الزهرا، عمر کشان هنوز برگزار می شود، اینا چی هستند؟ چطوری وحدت بیاد؟ خود علمای اعتراض کردند. آیا دین فحاشی است؟ دین توهین به دیگرانه؟ مقدسات دیگران را توهین کردن، این دین، این مذهب، خداوند چنین چیز را گفته؟ در حالی که الله عزوجلال به مسلمان، به مسلمانان، به ما که پیرو دین اسلام هستیم، پیرو قرآن هستیم، در قرآن، در سوره انعام دشنام دادن یک بت را اجازه نمیدهد. دشنام دادن یک بت را، این تعلیم قرآن هست. خداوند به پیغمبر میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پس تقاضای ما این است که عزیزان، علمای کرام، مراجع عظام، اینجا سکوت معنا ندارد، باید بیاییم اون کسانی که افراطی و تفریطی هستند. ما اصلا هر آل سنتی که خدای ناخواسته به آل بیت رسول الله، به اصحاب رسول الله، به دیگه افراد توهین بکند، من اون را جز آل سنت نمیدانیم. هر انسانی که سبب تفرقه در میان مسلمین بشود، اگر آل سنت، ما اون را جز آل سنت نمیدانیم، چون دین اسلام دین وحدت و پیروزی مسلمانان در وحدت کلمه و کلمه توحید هست. مسلمانان به مقدسات یک دیگر توهین نکنند. وقتی که ما به مقدسات یک دیگر توهین کردیم، مقدسات توهین شد، این یقین بدانیم که ما هیچ وقت نمیتوانیم متحد بشویم، هیچ وقت نمیتوانیم که یک دست و یک ید واحده باشیم. و در قانون اساسی کشور ما، اصل 11 قانون اساسی، امین آیه را ذکر کرده که من در ابتدای خود بخواندم، این هذی امتکم امت واحده و انا ربکم فعبدون. امین آیه را نمیشته، در خود قانون اساسی این آیه نمیشته شده. یعنی مسلمانان یک امتی هستند، امت واحده هستند، تفرقه و تشتت، تکفیر یک دیگر، گمراه دانستن یک دیگر، به مقدسات یک دیگر حمله ور شدن بر خلاف اتحاد مسلمینه. تکبیر و ما نباید به مقدسات یک دیگر توهین بکنیم، همونطوری که اشاره شد احترام متقابل باید باشد و حقوق متقابل باید باشند. در کتاب خلفا، تاریخ الخلفا، علامه سیوطی می نویسند اون اندازه که علمای آل سنت و الجماعه فضائل علی و آل بیتش را بیان کردن، حتی فضائل خلفای ثلاثه را بیان نکردن. که همه عزیزان ما از این نکته تاریخ الخلفا، مال سیوطی،
استدلال میکنن که فضایل علی از همه بیشتره، اما علت چیست که علمای آل سنت والجماعت این اندازه از فضایل حضرت علی صحبت کردن؟ علت این است که در مقابل خوارج و نواصب استادن و از حضرت علی و آل بیتش دفاع کردن. نه، که بودن؟ علمای آل سنت بودن. پس محبت آل بیت در دل ماست، ما بیاییم اتفاق و اتحاد را داشته باشیم و این را یقین بدانیم تا زمانی که ما متحد نباشیم دشمنان اسلام سوء استفاده می کنند. امروز سوء استفاده اونا را در پاکستان، در افغانستان، در عراق، سوریه و سایر نقاط می بینیم. و این جملاتی که من گفتم به مناسبت هفته وحدت بودن، اینا از روی دلاسوزی هن. تا زمانی که اعترام متقابلی یک دیگر را داشته نباشیم، اگر تا زمانی که از آل سنت و از حضرت خلفای راشدین و از حضرت عمر چهره کریر اگر ما بیاریم به مردم نشان بدهیم، هیچ وقت این وحدت امکان پذیر نخواهد بود. چندین سال قبل از این در ختم بخاری من این آسیبها را گفتم. در اون زمان بعضی گمان میکردند این ملا دیوانه شده، این چرا اینطوری میگوید؟ اما مرور زمان اونا را انشاءالله تفسیر میکند، شر میکند. اون زمان من گفتم آسیب، اینا آسیبند، اینا را بشناسید، بعدن بیاییم ما اتحاد خود را حفظ بکنیم. تا زمانی که آسیب باشد غده را تا در نیاری از بدن، هرچی آمپول بزنی فایده ای دارد؟ این غده های سرطانی، عداوت، کینه، دشمن تا دشمنی تا زمانی که در میان مسلمانان باشد. هزارها هفته وحدت بگیریم، 25 کنفرانس بین المللی، 50 کنفرانس بین المللی بگیریم، بازم فایده ای ندارد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بقول